قبلا درباره این حرف زدیم که چطور باید یادتون باشه تصاویری که پالت رنگی دلخواهتون رو دارن ذخیره کنید. برای اینکه بتونید از اونها بعدا برای ارجاع رنگی استفاده کنید. حالا میخوام بهتون نشون بدم که چطور یک پالت رنگ رو از روی یک عکس یا تصویر برای کارت الکترونیکیتون ایجاد کنید. ما از ابزار انتخاب رنگ رایگان ادوبی استفاده می کنیم. به این وبسایت برید color.adobe.com و بعد برای آپلود یک تصویر روی وبسایت به آیکون تصویر در قسمت سمت راست بالا برید و روش کلیک کنید. من از یکی از تصاویر خودم توی گزارش رمزگشایی انقلاب استفاده می کنم. همونطور که میتونید ببینید به طور اتوماتیک شروع به جستجوی رنگ هایی میکنه که با تصویر شما جور هستند. برای اینکه رنگ های من نسبتا ساده هستند به من اجازه استفاده از امکانات این بخش سمت چپ رو نمیده. اما اگه من یه عکس آپلود می کردم اجازه استفاده از اونها رو میداد و به طور اساسی به من کمک می کرد که رنگ های یا روشنتر یا رنگهای دیگر رو انتخاب کنم. خب من از این رنگ ها راضیم و با رفتن به چرخ رنگ در سمت راست اونها رو ذخیره می کنم که این کار ما رو به صفحه اصلی می بره. این هم پالت رنگ من. به پایین صفحه نمایش برای دیدن مقادیر RGB و HEX نگاه کنید. برای کار روی گوگل دراینگ از مقدارهای HEX استفاده خواهید کرد. پس ها رو برای خودتون یادداشت کنید. میتونید منو رو بیشتر باز کنید تا مقادیر CMYK رو هم ببینید. اگه میخواید دوباره از اونها استفاده کنید این مقدارها رو یادداشت کنید. یا اینکه اگر از نرم افزار ادوبی استفاده می کنید می تونید پالت رو دانلود کنید تا از اون توی برنامه طراحی ادوبی خودتون استفاده کنید. یادتون باشه که ادوبی یک صنعت استاندارد برای طراحیه پس اگه از فتوشاپ یا آی دیزاین استفاده میکنید در واقع میتونید این پالت ها رو از وبسایت دانلود کنید و مستقیما از اونها توی برنامه ادوبی خودتون استفاده کنید که واقعا به درد بخوره